سلام به شما بیننده هایی که محراق توجهتان زیبایی است و جهان را زیبا می پندارید. لحظات زیبای زندگی است که متفاوت از دیگر روزها و هفته ها باعث رضایت درونی و افزایش شادکامی انسان می شود. آرزو دارم پربارترین اوقات زندگیتان را در کنار همدیگر با تماشای رنگ پردازی های سینما و تصاویر و خیال بافی های این بخش بگذرانید. در نخست نگاهی کوتاهی داریم برداشته های این هفته برنامه چشم شیشه ای. عزیزان بیننده، در چشم شیشه‌ای مانند همیشه حرفا و خبرها از جهان پرهیجان سینما داریم که در آغاز گزارش داریم از جریان افتتاح فیلم افغانی برف سرخ که یک فیلمساز کشور ما خواسته تا واقعه تراژدی سالنگ را که سالها پیش به وقوع پیوسته بود به تصویر بکشد و از آن فیلم بسازد که گفته های عالی سینما و کارکنان این فیلم را با هم می‌بینیم. جوانی که آرون شراره نام داره و اینمی فیلم برف سرخ ساخته. یکی پیشگویتان میگم که یکی از آدمایی که فوق‌العاده یک تم عالی را انتخاب کرد. برف سرخ امو برف پوچهای است که در چند سال گذشته آمد و جان صدها و هزارها نفر گرفت. اما چیزی که این ممیزه داره در این فیلم او ای است که در پرداخت خود و در ساختار خود چگونه ای آدم فکر کرده. این بسیار جد مهم است. این مهم است که این چقدر رفته و رژیم کار کرده. رژیم به معنی از این است که یعنی در خود سالنگ رفته، چیزی را نساخته، در اونجا حس کرده، در اونجا کبریش که تونه زمون بر خودش یخ زده، رفیقایش یخ زده، یا در بینانی، در بیعوی، در همه حالات اما عشقی که داشتن او را گرفتن و یک منتاج دقیق بسیار زیاد خوب کردن. بازم برش میگم که پاس چون زمان برش کوتاهی میکرده، بازم وقتی که بخیر رفت در اونجا بازم فیلم خود را ببینه، میتونه که زیباتر و مقبولتر از این بسازه. اما آله شما آله چند دقیقه بعد فیلم رو میبینیم بخیر میبینیم که یک نوآوری های خاص ما با این جزی فیلم وجود داره. یک خط ستون فقرات امی سالنگ و نمیفهم بفکوت و اینا چطور که یک دراما عجین شده، چطور یک دراما را ساخته و بازی ها چقدر زیبا و تصاویری که انتخاب کرده و تصاویری که بازآفرینی کرده از این واقعیت ها این چقدر بجا در مابین فیلم منتاج شده و امو احساسی را که یا امو حالت های دراما را که حس میشه که با زندگی اونایی که در سالنگ نیستن و حس میکنن که عزیزایشان در کدام حالت قرار گرفتن بسیار مقبول با شاتهای بسیار کوتاه ولی بسیار زیاد با مفهوم این گریه زده و خب کارش ستایش میکنیم. ما امیدوار هستم که این فیلمش بتانه در جشنواره های بین بری را پیدا کنه. برای اینکه یک موضوع بسیار خاص است، یک موضوع بسیار زیاد مشخص است تا که توان ما بود در مابین افغان فیلم امرای دوستا، امرای ایدریسه، برمکسه اینا که شما در فیلمش باز میبینیم این نامها را کمک کردیم که امی یک فیلم نمونه باشه
و البته که من نمیگم که بسیار جد با سرمایه گذاب ساخته با سرمایه هم در این فیلم ها در جان این فیلم و عشقشان بسیار جد مطرح بود که روزها را در مو بادکویه سالنگ تیر کردن و تایی که تانستن که امو شکایی را که لازم بود برای خود بگرن و زیاد در باورد فیلم من نمیگم بخاطر زیکان شما بخیر فیلم خواب دیدین من موفقیت شما میخوایم همیشه آغاز سر آغاز کارهای بسیار قویش است در اینجا سینما بحریست که هر قدر آدم در اون که از اون پیش رفته میره اما قدر آدم خود گم میکنه امیدوار هستم که از ساحل دیگه بار طرف عمق و طرف وسط ازی بی ترس بی لرز و بسیار شجاعانه بسیار با شهامت قدم بگذاره برش تبریک میگم این فیلم میشه و وقت شما را هم زیاد نمیگیرم تقریبا بگویم که میاری کار شده شما مدیون کی خود احساس میکنین در این کار همیشون مرا کمک کردن همیشون شما میبینید کمک ما شر ندارم من به افتخار میگم از یک بیننده هادی هم که دم رایم بیا یک چیزی که نفهمم حداقل نظرشون هم میخوایم بده که من چطور کنم میشه در مورد پیام فیلمتون بگین چرا این فیلم چرا این داستان انتخاب کردین و چی پیامو داشت من در اول میخواستم که یک فیلم مستند بسازم از حادثه سوسانم که بودم ام وقت که آمده بودم وقت کم داشتم تصادف باز من معرفی شدم با فامیلیم انجینیر قصه انجینیر برای ما بسیار دلخراش بود باز امیر تعقیب کردم داستان تراژدی است زندگی مردم است که با چی فجایعی که در اوجه بودن یک تعداد دوستایی که مثال در اوجه بودن وظیفه داشتن داخل کشور شما فکر 80 کیلومتر کابل است سه روز این مردم در یک حالت فجایع در بغلای کوه در طوفان بروری گیر میمونند مگر امکانات نبوده حادثه در هر جای دنیا می مگر این رقم حادثه که 3 روز بانه شما خودتون از طریق تلویزیون تا نشر کردین ما داریم تصاویر مستند هم که عین چیز منتها انتقادیسته و زندگیش زن شوهر گفتمش مثال براتون کوتاه بگویم که وقتتون نگیریم ببینین که یک مرد افغان هیچ وقت نمیگه زن خود دوست داره یعنی ما شخصا بسیار کم شنیدیم وقتی که سرش فشار میاد مثال یا وقتی که میفهمه داخلی لحظه شما این جینه رو میبینین که چقدر محبت به خانمش داره مگرم متاسفانه وقت دیگه برش یاری نمیکنه از بین میره شامت دست نده بزگار بجن بسیار سختی ها را در این فیلم متقبل شدیم بسیار دشواری ها را یک دستم اسکریپت بود یک دستم کامرا بود و یک دستم به حساب دیگه دوست ما لایت داده بود و در نقطه بسیار حاکمی به حساب سالنگ همون نقطه که بسیار درجه حرارت سرد بود وقتی که میگه فری کارت کامرا میگه برو من صاحب چی میگینیم برو من دستم یخ زده بود وقتی که رفتیم دوموباین موتر هید یادم نمیره موتر هم میبینی که سلف نمیزنه موتر از کار رفته شبم بسیار تاریک 2 بجه شب چه خصوصیات خوبی فیلم داشت که شما خیلی راضی از این فیلم به نظر میرسید تم فیلم بسیار تم عالی و مقبول است و تمی هست بسیار دلخراش و یک واقعی بسیار دلخراشه که این اتفاق افتاد متاسفانه یک میتونم بگم یک صحنه‌ای که تکان دهنده بود و جان هزارها هزار نفر گرفت و او انسانای بیگناهی که هیچ از حادثه خبر نبودن ولی حادثه تعقیبشان میکرد تا در سالنگ گیرشان کرد و برفکوش ها که بسیار بیرحمانه آمد یک خصوصیت از این فیلم خصوصیت دیگه ازی که بسیار مقبول فیلم برداری شده شامت دست نده بروزگار بجن فیلم برف سرخ بدبختانه زوجی است که 2 سال قبل در سالنگ به وقوع پیوست یک حادثه اهمناکی بود خداوند ما از خداوند میخوایم که دیگه تو حادثات در وطن ما شما نبیه زوجی فیلم سر زمین میچرخه سر خود برف سرخ یعنی یک حادثه سالنگ 2000 من شخصا گفتن میتونم که من کدیم این کارا چون سینما به فرد نمیشه شما باور کنین که 3 ماه مکمل است انجینر صاحب لطیف همراه ما بزحمت است ساعت‌ها، شب‌ها، روزها ما در سالنگ بودیم برایشون زنگ زدیم کمک کرد که من از طریق تلویزیون زیبای شما ازشون سپاسگزاری می‌کنم. شما باور کنید که ما شب‌ها و روزها با هم کار کردیم.
در بین ما مطرح نبوده که کی چی کار میکنه. به صورت خلاص اگر بگین این پرداخت های هنری که در این فیلم صورت گرفته، می سمبول هایی که مثال در شات شما نمابرداری کردین، شات گرفتین از اونها، این در ایده شما بود یا چقدر از این که شما این ایده ها کردین راضی هستین از اون؟ خب یک سینماگر که یک چیز را برش پرداختن شروع میکنه حتمی کمک دوستار هم میگیره، من تقریبا راضی استم، مگر هم ببینیم که داینده ها چی کده میتونیم، میخواییم که پیشتر و پیشتر کارهای خوب داشته. بنام خداوند بزرگ، به اجازه محترم جوانشه رنگی رئیس تازمی سینماگرای افغانستان دومی سید دیگر سید بزرگوار سینماگرای زیما کنجا هستم. ما به عنوان یک سینماگر بسیار کوچک که در این خانواده سینما زندگی کردیم، به قدم نخست ما میخواهیم که برای شراره سید این دستاورد بزرگ تقدیم بکنیم و این دستاورد بزرگ نه تنها که شما در افغانستان نمایش میدین، در دنیا و از دنیا دوباره پس به افغانستان به دکاسات از این ما احساس خواهد کردیم. سخت‌ترین آلت در یک سینمای پروفشنل شوتینگ در اینمت آلات است. آتش، برق، طوفان و حوادث بسیار هیجانی. و آفرین به همت شما، به گروپ شما، به این گروپ صمیمیه که با هم در اینطور شرایط سخت خواستیم شما هزاران درد را که انسان ها به دل و گرده و شش و جیگر و مغز انسان های افغانستان وارد کردن، شما یک درد طبیعی حضوره که در این هم سهلنگوری یک تعداد انسان های جامعه ما در روی شریک بودن. ما شما باور بکنید که ما را دیگه میدارد وقت سهنها را میدید واقعا ما دیگه میدارد. شراره صاحب شما بسیار مرد بزرگ است. ما در تون تبریک می کنیم. نقش من کسی بود که نقش یک مقام وزارت بود که البته در این راستا مسئولیت عام تام داشتن، باید به حسره وقت به هر شکلی که می شد باید اینا به اون مصیبت رسیدگی میکردن. من نقش او آدمی رو داشتم که از در وظیفه خود تعلل میکنه، سهلنگاری میکنه، در قصه بزنس و تجارت و زمین به دست آوردن و اینا هست، اما با مصیبتی که در اونجا مردم ما به سوگ نشستن و هزارها جوان و به سنین مختلف نوجوان ها طفلا در اونجا تلف شدن زیر مصیبت طبیعی و آفت طبیعی، این در فکر معامله تجارتی زمین است. تو کی هستی که سوال از ما بکنی؟ بعد از یک وقفه کوتاه ادامه گفته ها و صحنه های جالب این فیلم را دنبال میکنیم. من از نقشم بسیار ریزیستم و دایرکترم بسیار خوب دایرکتر بود. پدرت هم در این فیلم کار کرده بود، فرید برومند. از کار پدرت بسیار راضیستی یا اینکه خودت خوب کار کردی؟ از پدرت کردن از کار پدرم راضیستم و من خوش دارم که داینده مثل پدرم یک سینماگر لایق شد. نقش ما در فیلم برف سرخ فیلم فستیوالی است. سه چهار کرکتر مرکزی است که یکی از او کرکتر ها ما هستم. فیلم برف سرخ از شروعش، یعنی که شروعش در کابل چیز مشکل نبود، اما سالنگ رفتیم، کل فیلم در سالنگ است، از شروعش بسیار خسته کن و بسیار زامت میداد، خصوصا مرا که کمرم هم تکلیف داشت بسته بود، خونکی بسیار با من نقص میکرد، هر سنیج با ما این قیامت تیر میشه در سنیج. در این فیلم من ایس کمرمین کار کردیم و بسیار یک فیلم پروفشنل، فیلم بالا، فیلم واقعی است که واقعا هارون شراره توانسته که امو حقیقی که در این سالنگ ما بسیار زیاد تلفات دادیم او را به تصویر کشنده. و نقشی که من در این فیلم کار کردم در سالنگ سواری پر مزار شریف میرم، موترم در حساب برکوچ گیرمه و چپه میشه و بالاخره در زیر موتر ما میمانم، زخمی میشم و مبراییم، من یخ میزنم، بالاخره میمرم. شما خیلی راضی از این فیلم به نظر میسید، علت در چی بود؟ حداقل گوشه تاریخ فاجعه‌بار وطن تصویر شده یک، و دومی که اون هر پیشوار کنم در جاهای خود افتیدن کار کردن، قشنگ کار کردن و با اون زیبایی که در خود سالنگ فیلم برداری شده و
حالا اگر ما فرسون به تنسال میگم که راضی هستیم به مفهومی که واقعا به چه زحمت شد. خیلی خوش هستیم آقای نورانی که شما به نمایندگی از وزارت اطلاعات و فرهنگ در اینجا حضور داشتین. با توجه به اینکه شما یکی از نویسنده های مطرح افغانستان هستین، اگر امی سناریوی فیلم نوشته شما بود، چی صحنه های را در این فیلم یا کدام صحنه های را در این فیلم افزون میکردین، کدام صحنه را از این فیلم کات میکردین؟ به نظر من قوی ترین بخش فیلم که من به رویگر صاحبم گفتم میده بسیار کلی شراره صاحب کار کرده، همی که موبایلش چون این میموره دیگه روشن میمونه، ابتدا تنها صدا از موبایل زیمه برای بعد از این صدا زیاد میشه و این بسیار مقبول صحنه بود، به خاطر از این بود که در اونمو حادثه با صدها موبایل چالان بود. طبیعی است که یک آدم در یک خطر که است با فامیل خود تماس میگیره یا فامیل با خانواده. امی پیچیدن صدا در کوهستان در این دره هولناک در او جایی که خشم طبیعت انسان ها را بلیده، بدون شک شاید امی آنچه که اینا تخیل کردن و بسیار مقبول تخیل کردن امکان داره در واقعیت وجود داشته. برای هارون شراره تبریک میگم، واقعا فیلم خوبی است، زحمت کشیده، زحمتشان قابل ستایش است از هر نگاه. یا بیم از ایره داری که پس نبیایم بابی امیر توم خونه سخت خوش میجنم کم رایت میرفتم ای بلدودرهای تبیرون از کار نمیکنم. اگه کارم خوب انجام بدی یک هزار افغانی برد میدم. چی؟ یک هزار افغانی؟ تو که هستی که سوال از ما بیکنی؟ شامت در دست نده بروزگار بجن. تو باشد روزگار مردم دنیا از این قدر ما اقایت کن. کمک آسید بیرویز جان پدر ما که زندگی رو بدون تو چه قسم سپری کنم؟ دست درم بیشتر از جانه. Bye.
علاقمندان سینما گفته ها و صحنه های این فیلم را تماشا کردید. با آرزوی باروری هرچی بیشتر سینمای کشور ما، بعد از یک وقفه کوتاه شما را از تازه ترین رخدادهای سینمای هالیوود با خبر خواهیم ساخت. پس همراهی مان کنید.